شبکه تلویزیون انگلیسی زبان جمهوری اسلامی پرس تیوی در 12 اکتبر 20 مهر ماه گزارش کرد که بین ماهای مارس و سپتامبر واردات بنزین ایران نصف شده است. پرس تیوی به نقل از دفتر روابط عمومی اداره گمرک ایران گزارش کرد که حجم واردات بنزین ایران از 2.69 میلیون تن به 1.33 میلیون تن کاهش یافت. کاهش واردات بنزین ایران زمانی گزارش می شود که آمریکا و متحدان اروپایی آن کشور در نظر دارند واردات بنزین ایران را هدف قرار دهند تا دولت ایران به سبب اجرای برنامه هسته‌ای‌اش زیر فشار قرار گیرد. سنای آمریکا باید سهم خود را برای قرار دادن کلیه ابزار لازم در اختیار دولت برای زیر فشار گذاشتن رژیم ایران ادا کند. رهبران حکومت ایران باید بدانند که اگر بخواهند از تکالیف خود عدول کنند، همانطور که در گذشته هم عدول کردند، آمریکا آماده است یک رشته تحریم‌های شاق تحمیل کند، از جمله قانونی وضع کند که به صندوق‌های بازنشستگی همه ایالت‌های آمریکا اجازه بدهد وجوه خود را از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در ایران بیرون بکشند و واردات نفت از ایران را محدود سازند. لایحه مجاز ساختن تحریم‌های گوناگون علیه ایران که سناتور برانبک و من در ماه می میلادی به سنا تقدیم کردیم، به دولت‌های ایالتی و محلی در سراسر آمریکا اختیار می‌دهد که وجوه صندوق‌های بازنشستگی شهروندان آمریکا را از شرکت‌هایی که بیش از 20 میلیون دلار در بخش انرژی در ایران سرمایه به کار می‌اندازند بیرون بیاورند. ولی مقامات ایران بارها شانه بالا انداخته و مدعی شدند که تحریم‌ها اثر ندارد و دولت هنوز هم می‌تواند نیاز خود به بنزین را تامین کند. وزیر نفت ایران مسعود میرکاظمی روز 7 اکتبر به شرکت‌هایی که به ایران بنزین می‌فروشند هشدار داد که اگر از تحریم‌ها تبعیت کنند و تحویل بنزین به ایران را متوقف سازند، ایران آن شرکت‌ها را از فهرست فروشندگان بنزین به آن کشور حذف می‌کند. تهران همچنین برای افزایش تولید داخلی بنزین گام‌هایی برداشته است. به گزارش پرس تیوی، ایران در نظر دارد ظرف 2 سال آینده تولید داخلی بنزین را روزانه 20 میلیون لیتر افزایش دهد و تولید کل روزانه را به 71 میلیون لیتر برساند. نورالدین شهنازی زاده، رئیس شرکت ملی پالایش و توزیع نفت ایران، در 10 اکتبر گفت که با اصلاحاتی که در کار پالایشگاه‌های تهران و آبادان انجام می‌شود، تولید بنزین ایران سال آینده روزانه 6.4 میلیون لیتر افزایش خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری انرژی شانا، شهنازی زاده در 12 اکتبر گفت که شرکت نفت 550 میلیون دلار اوراق قرضه به مردم عرضه خواهد کرد تا با فروش آن به طرح توسعه پالایشگاه‌های آبادان و اصفهان کمک شود. در حالی که تهران برای توسعه تولید داخلی بنزین اقدام می‌کند، قانونگذاران در واشنگتن برای مجهز ساختن دولت پرزیدنت باراک اوباما به ابزار بیشتری برای مقابله با تهدید از سوی برنامه هسته ایران سرگرم فعالیت‌های تقنینی هستند. مجلس نمایندگان آمریکا در تاریخ اول ماه اکتبر لایحه‌ای تصویب کرد که شرکت‌های خارجی را از صدور بنزین به ایران و نیز تحویل نفت خام به مخازن اضطراری نفت آمریکا منع می‌کند. انتظار می‌رود لایحه مورد بحث به تصویب سنای آمریکا برسد و سپس با توشیح پرزیدنت اوباما قدرت اجرایی پیدا کند. لوایح دیگری نیز در کنگره آمریکا مورد شور قرار گرفته که آنها نیز شرکت‌هایی را که با ایران نفت می‌فروشند و خطوط کشتیرانی را که به ایران بنزین تحویل می‌دهند و نیز مؤسسات بیمه را که محمولات نفت پالایش شده به مقصد ایران را بیمه می‌کنند، جریمه و مجازات خواهد کرد. در حالی که قانونگذاران آمریکا از سیاست پرزیدنت اوباما دائر بر تعامل با ایران پشتیبانی می‌کنند، بسیاری می‌گویند که زمان آن فرا رسیده که تحریم‌های بیشتری علیه دولت ایران اعمال شود تا جلوی حرکت ایران را به سوی دستیابی به جنگ‌افزارهای هسته‌ای بگیرد.